سخنرانی پاسدار قالیباف در دفاع از دستاوردهای مجلس ارتجاء در جلسه علنی مجلس با دست انداختن او توسط باند رقیب مواجه شد. پاسدار قالیباف در جلسه امروز مجلس رژیم اینطور گفت: مدعی هستم با وجود همه نقاط ضعف امروز می توانم از عملکرد مجلس 11 متناسب با شرح وظایف مجلس دفاع کنم. گرچه نتیجه این اقدامات به دلیل ماهیت وظیفه تقنینی مجلس در عین اهمیت بالا عمدتاً برای مردم ملموس نیست، نیز رهبر انقلاب با بررسی‌هایی که انجام داده بودند یکی از ویژگی‌های این مجلس را شناخت مشکلات مردم اعلام کردند و تصریح فرمودند که در قوانین مجلس 11 ملاحظه و لاپوشانی نیست و صریح و شفاف است. کنار حوزه اقتصاد، مجلس فعال و انقلابی بسیاری از قوانینی در حوزه‌های غیر اقتصادی را که سالها زمین مانده بود به سرانجام رساند. فرهنگ حجاب و عفاف که کمتر کسی حاضر بود بار سیاسی و رسانه‌ای آن را بپذیرد، اما مجلس انقلابی با در پیش گرفتن شجاعت و عقلانیت راه‌های ایجابی و سلبی مؤثر را پیش روی مسئولین کشور گذاشت. در واکنش به این ادعاهای پاسدار قالیباف، رسانه‌های باند رقیب با گذاشتن بخشی از ادعاهای قبلی او نوشتند: این وعده‌های توخالی را به یاد دارید؟ آن روزها دلار 14,000 تومان و گوشت گوسفند 92,000 تومان بود. ما یک ائتلاف سیاسی نیستیم که این ادعا را هم نشستیم. ما یک خیزش هستیم برای نجات اقتصاد کشور. ما یک خیزش هستیم برای جلوگیری از فقیرتر شدن مردم. ما یک خیزش هستیم که بیش از این مردم ما رو تحقیر نکنه. ما به دنبال یک تغییر جدی و اساسی هستیم، تغییری که به جای وعده دادن و حرف زدن به سمت عمل کردن و اجرای وعده های انجام نشده هستیم.